در آینده نزدیک دو پیمان همکاری های دراز مدت افغانستان با استرالیا و آلمان امضا خواهد شد. رنگین دادفر اسپنتا مشاور امنیت ملی با بیان این مطلب میگوید سند استراتژیک با آمریکا به اساس احترام به حاکمیت و استقلال افغانستان به امضا میرسد و همچنان تاکید میکند که امضای سندهای دراز مدت با کشورهای جهان به نفع افغانستان بوده و کشورهای خارجی به صورت درست به اساس این سندها با افغانستان در بخشهای مختلف کمک خواهد کرد. رنگین دادفر اسپنتا مشاور ریاست جمهوری میگوید که در آینده نزدیک دو سند دراز مدت با آلمان و استرالیا امضا خواهد شد. با گفته وی در هفته‌های آینده سند همکاری های دراز مدت با آمریکا نیز امضا خواهد شد. وی همچنان تاکید میکند که این سند به اساس احترام به حاکمیت ملی، احترام به استقلال و وحدت ملی افغانستان، مبارزه با تروریسم امضا خواهد شد. با گفته آقای اسپنتا بعد از امضای این سند یک سند دیگر همکاری های امنیتی با آمریکا در سال 2014 امضا خواهد شد. دو پیمانی هم که در آینده بسیار نزدیک امضا خواهد شد بین استرالیا و بین آلمان، تمام پیمان ها هر کدام ویژگی های خاص خود داره، اما این از یک طرف نشانه از این است که افغانستان در جامعه بین المللی یک حضور ملموس داره، یک کشور مورد احترام و مورد علاقه جامعه بین المللی است. با گفته آقای اسپنتا امضای سندهای دراز مدت با کشورهای جهان به نفع افغانستان بوده و به اساس آن جامعه جهانی به صورت درست در بخش های مختلف به افغانستان کمک خواهد کرد. در صورتی که نهایی شود و امضا شود متنی خواهد بود برای تامین صلح و امنیت در افغانستان، کمک به امنیت منطقوی، کمک به امنیت جهانی در مبارزه با تروریسم بین المللی و همچنین تروریسمی که در کشور ما وجود دارد، کمک خواهد شد برای ایجاد و تقویت نهادهای دولتی افغانستان در راستای تحقق یک سیاست یک توسعه پایدار. از سوی دیگر آقای اسپنتا تاکید میکند که مطابق این سند هیچ کشور از خاک افغانستان مورد هدف قرار نخواهد گرفت. با گفته وی برای تطبیق این سند یک گروه مشترک میان افغانستان و آمریکا ایجاد خواهد شد که از نوع تطبیق این سند نظارت خواهد کرد.